خط خبرها. شام خونین غرب کابل. در پی دو انفجار جداگانه بر دو کاستر، مسافران به جای خانه راهی گورستان شدند. بسیار تلفات، بسیار کشتار دیگه، کلش غریب و غربه رستفه دوشتوک دیده و دولتیسته. منبع‌های درآمد طالبان در پایتخت. طالبان در بخش‌های از غرب کابل ماهانه از مردم عشر می‌گیرند. فقط ما فقط ریم که برادر اترمانه اوشر خوب بر مجاهدین داخل ایدرخند فلانه جا بیرتول. وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان، از خطر سوء استفاده جنسی تا اعتیاد. سازمان ملل افغانستان را یکی از بدترین جاها برای کودکان می‌داند. زیر پرسش رفتن عملکرد طرف‌های گفتگو کننده سال. سناتوران میگویند حکومت و طالبان اراده به صلح ندارند. خود به خود در بین خود اختلافات رهبران سیاسی ما ایجاد کرده روان هستند. تاکید دبیرکل ناتو بر حفظ زیرساخت‌ها در افغانستان. We are also now working on how we can sustain critical infrastructure. استولتنبرگ میگوید برای فعال نگه داشتن زیرساخت‌ها کار میکنند. سلام و شب شما بخیر. غرب کابل شام امروز گواه دو انفجار بر دو موتر کاستر مسافربری بود. انفجار نخست حوالی ساعت 7:15 دقیقه شام امروز در ساحه سرکاریز در نزدیکی خانه محمد محقق مشاور امنیتی سیاسی رئیس جمهور غنی رخ داد و انفجار دومی هم نیم ساعت بعد کم دور از محل انفجار نخست یک کاستر مسافربری دیگر را هدف قرار داد. وزارت امور داخله میگوید که در انفجار نخست دست کم 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند که همه غیر نظامیان بودند. انفجار دومی هم تلفات بر جای گذاشته است اما هنوز آمار دقیق از تلفات آن مشخص نیست. زخمیان این دو رویداد به بیمارستان‌های نزدیک محل رویداد منتقل شدند. وزارت امور داخله میگوید که پلیس سرگرم بررسی این دو انفجار است. خودم میشه خوراک فروش هستم میشه داخلی بودم تا یک مشتری سودا برش میدادم تا یک سودا انفجار آمدم تو رفتم دوجه یک کاستر از میه مسافربری لانی پلیسوخته و سینمای پامیر دیگه مسیه پشتر جا گرفته بود دیگه بسیار تلفات بسیار کشتار دیگه کلش غریب و غربه رستفه دوشتوک دیده و دولتیسته نیده و کدام چی هسته کلش میده یکی نصفش نبود یکیش پایش نبود یکیش شهر رقم یک شهر رقم دیگه اوش خلاص شد رو برداشتم طرف اومد یک کوچه دیگه توبکای رقم این ملک چی وقت جور میشه توبکای رقم انفجار اندهار دیگه خداوند نگه دادشون کنه دیگه. همین گونه شام امروز یک پایه برق وارداتی در ولسوالی قره‌باغ کابل با انفجار ماین منهدم شد. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا این رویداد را تایید می‌کند. ولسوال قره‌باغ میگوید که این انفجار حوالی ساعت 7:45 دقیقه در روستای شینواری رخ داده که در پی آن جریان برق قطع شده است. شرکت برشنا پیش از این گفته بود که ترمیم دوباره هر پایه برق منهدم شده حدود 100,000 دلار آمریکایی به دوش این شرکت هزینه می‌گذارد. خب، گردآوری عشر برای طالبان تا غرب کابل در نزدیکی قلب پایتخت رسیده. برخی باشندگان غرب کابل به میلاد سیار خبرنگار ما گفتند که گروه طالبان ماهانه از ذخیره‌گاه‌های خاربار، مالکان کشدارها و برخی بازرگانان عشر گردآوری می‌کنند. کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان از مسئولان امنیتی در این راستا خواستار وضاحت شده. طالبان این مورد را تایید می‌کنند اما وزارت امور داخله می‌گوید دروغ است. 15 کیلومتر دورتر از قلب پایتخت برچی کابل دامنه گردآوری عشر برای طالبان تا این بخش پایتخت هم رسیده است. با گذشت از جاده های پرخم و پیچ منطقه 40 دختران به سمت شهرک اتفاق آخرین نقطه دشت برچی می رویم. هنوز نزدیک به 3 کیلومتر راه تا مقصد باقی است اما در نخستین درنگ از ناامنی و گردآوری عشر برای طالبان میشنویم. اینان نمیخواهند هویتشان نمایان شود. چیزا شرکت‌های ریگریشن است و فارم بادرنگ است از یا عشر میگیرن طالبان نزدیک 3 کیلومتری ما 2 کیلومتری امنیت خوب نیست. امنیت منتخب ریشم که بخی خراب. فهمیدی؟ بعد از 6 بجه ما بیرون گذشته نمیتونیم. شهرک اتفاق در نزدیکی قلعه عبدالعلی و قلعه ایدرخان پغمان، تلخی چای و حکایت‌های تکاندهنده از امنیت روبه و خامت این گوشه پایتخت. شبها با شلیک گلوله سپری می شود و روزها هم با نامه‌های طالبان آغاز می شود. دامنه گردآوری اشور برای طالبان تا کشتزارها و ذخیره‌گاه‌های خاربار در این بخش پایتخت رسیده است. در آغاز هر ماه طالبان موتورسایکل سوار یک روز پیش هشدار و برگه دریافت اشور توزیع می کنند. فردایش در قلعه ایدرخان پغمان پول تعیین شده را دریافت می کنند. طالبا من خدمت عرض کنم از فرمای بادرنگ از این انگرایی که فعلا ما شما در مسیر آمدیم، از این انگرای ما برادر فقط ما در ما قاقص ریم که برادر احترامانه اوشر خوب بر مجاهدین در قلعه ایدرخان در فلان جا بیرتاول کو ساعت 10 بجه ما منتظرتیم. این مردم از ترس جان خود ساعت 9:30 بجه پول ما برامون تاول نه رسید خود میگیرن. موتورسیکل سوار میاره قاقص طویل میده خودش میره. این نفر باید مالیات طویل بده. البته این تقریبا تازگی هم نیست، شاید بیشتر از یک سال شده. تال را مخفی بود، دمی روزا علنی شده که واقعا مالیات جمع مونه. بر بنیاد اطلاعات مردم، طالبان ماهانه از 2 میلیون افغانی 15,000 افغانی و از هر 2 تا 4 تن بادرنگ 10,000 افغانی اشور دریافت می کنند. منبع‌های امنیتی نیز تایید می‌کنند که این روند از یک سال به این سو آغاز شده و حتی از ذخیره‌گاه‌های خاربار در پل خشک دشت برچی اشور گردآوری می‌شود. ما اسناد و معلومات موثق و کافی در دست داریم که از غرب کابل به صورت علنی این اشور می‌گیرند، اما از نقاط دیگر مثل چنداول و مندوی معلومات ما اسناد نداریم، ولی معلوماتی هست که از اونجاها هم اشور گرفته میشه. ما در غرب کابل به صورت وسیع اطلاعات و نگرانی‌های مردم به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان نیز رسیده است. در نشست روز یکشنبه این کمیسیون، نگرانی‌های مردم با سرپرست وزارت داخله و رئیس امنیت ملی نیز در میان گذاشته شده است. جدا این مورد نگرانی را یادآوری کردیم که باید جلوه‌زی چنین اقدام گرفته شود. در صورت ادامه این مردم اما نارضایتی و اعتبار رگ بالای حکومت دارند کم میشه و طالبان میتونن اگر امروز اینجا اشور جمع کردن فردا دیگه مناطق شهر کابل هم اقدام میکنن. وزارت داخله این ادعاها را دروغ میداند و تاکید دارد که در غرب کابل نیروهای امنیتی حضور فعال دارند. از مردم هم میخواهد اگر زورمند دست به چنین اقدام میزند جزئیات آن را شریک کنند تا پلیس با آن برخورد قانونی کند. ولی تحرکات اخیر نیروهای امنیتی افغانستان و تدابیری را که ما اقداماتی را که انجام دادیم، شبکه ها و اسلحه از یار در سطح شهر و ولسوالی ها یا از بین بردیم یا گرفتار کردیم. طالبان این مورد را تایید می کنند، اما می گویند مردم بدون جبر و زور به طالبان اشور می پردازند و این روند در سراسر کشور ادامه دارد. به اضافه برچی بر بنیاد گفته‌های برخی باشندگان محل در ماه‌های پسین طالبان در منطقه کمپنی از بخش‌های حوزه پنجم همچنان باغ داوود، قلعه ایدرخان، چوکرغنده و پنجه چنار از بخش‌های ولسوالی پغمان ترک‌ها و گشت‌زنی‌های شب هنگام دارند و در ماه‌های پسین از رویدادهای ضد امنیت و ترورهای هدفمند در برابر نیروهای دولتی در این بخش پایتخت نیز گزارش‌های شده است. میلاد سیار، تلویزیون یک. در افغانستان در حال حاضر بیش از 6 میلیون کودک با خطرهای همچون سوء استفاده جنسی و قاچاق روبروند. آمار وزارت کار نشان می‌دهد که نزدیک به 1 میلیون کودک در کشور به مواد مخدر معتادند. صندوق وجهی سازمان ملل افغانستان را یکی از بدترین جاها برای کودکان می‌داند. فرشاد داری جزئیات می‌دهد. کابل، شهر با بیش از 5 میلیون جمعیت. در این شهر کودکان زیادی را باسانی می توان یافت که مصروف کار شاقند. روحی 10 سال دارد. نیم عمرش را روی این جاده اسپند دود کرده است. پدرش معتاد است و خود مجبور برای یافتن پول غذا در این سن و سال از بام تا به شام روی جاده ها کار کند. در روز کودک چیزی از این مناسبت جهانی نمی داند، اما آرزوی بزرگش درس خواندن است. میخوام با ما کمک کنه، جایی بده ما را به مکتب شامل کنه. رامین هم دوست کاروبار روحید است بود پاکی می کند. در واقع هر دو روزگار همسانی دارند. من خواهم داینده اینم تو مکتب برام، کورس برام. مانند این دو پسران و دختران زیادی را در این شهر می توان دید که کار شاق می کنند. در گوشه دیگر پایتخت حکومت و برخی از نهادهای ملی و جهانی مراسمی به پیشواز از روز جهانی کودک برگزار کردند. آمار وزارت کار در مورد کودکان نگران کننده است. بیش از 6 میلیون کودک با خطرهای جدی روبروند، از سوی استفاده جنسی تا قاچاق، اعتیاد و خشونت. از هر 10 طفل 7 تحت خشونت قرار دارد که منبع یونیسف است. تخمینا بیش از 6 میلیون اطفال افغانستان به اساس استراتژی ملی اطفال در معرض خطر در 23 کاتگوری قرار دارند. نگاه سازمان ملل به این وضعیت نگرانی را بیشتر هم می‌سازد. صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان افغانستان را یکی از بدترین جاها در زمین برای کودکان می‌داند. تأسف‌بار است که افغانستان هنوز هم یکی از بدترین مکان‌های روی زمین برای کودکان گفته می‌شود. در پس زمینه از جنگ و ناامنی، نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، جان باختن 60 کودک در هر 1000 کودک پیش از رسیدن به 5 سالگی و بیش از 4 میلیون کودکی که هنوز شامل مکتب نشده‌اند، هشدار و زنگ خطر است برای ما. ما در حال از این روز در کشور تجلیل به عمل می آوریم که هزاران کودکمان کار شاقه انجام می دهند، دست به تگدی می زنند. ایشان نانآور خانواده های خویش هستند و متاسفانه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. شماری از کسانی که برای پشتیبانی از کودکان خیابانی کار می کنند انتقاد دارند که تجلیل از روز جهانی کودک در افغانستان بیشتر نمادین و نمایشی است. بر کودکان آموزش داده میشد، روشنگری میشد، آگاهی داده میشد. کودک تو نگذار بود تجاوز صورت بگیره. کودک تو کودک هستی، پدرت بیکار است، مادرت بیکار است، پدرت معتاد است، مادرت معتاد است. برای باید کار پیدا کنند. داخل وزارت کار امور اجتماعی وظیفه شان نیست بر کودک یک دونه قلم بده که نمیتونن، بلکه بر کودک باید بوده که پدرت هم برش کار پیدا کنه. چیزی که به نام اشتغال زایی است. در همین حال آمار وزارت کار نشان می‌دهد که 3.7 میلیون کودک در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند و بیش از 1 میلیون کودک هم کار شاق می‌کنند. همزمان با سفر شمار از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح حکومت به قطر، مجلس سنا میگوید که نه حکومت و نه هم طالبان اراده به صلح دارند، اما وزارت دولت در امور صلح میگوید که حکومت اراده جدی به صلح دارد و به ادامه گفتگوها متعهد است. مقام ها در این وزارت میگویند که برخی عضوهای دیگر این هیئت قرار است به زودی به دوحه برسند. از سوی هم برخی از فرهنگیان با برگزاری بزم شیرخوانی خواهان پاسبانی از دستاوردهای 19 سال پسین هستند. چند ماه پس از بنبست در گفتگوهای دوحه به نظر می رسد این روند دوباره جان می گیرد. شمار از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح دولت امروز به قطر رفتند. برخی دیگر قرار است چند روز بعد به آنان بپیوندند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با تعهد بلند، اراده قوی و با یک آمادگی کامل و به هدف ادامه مذاکرات به طور جدی به محل مذاکرات برمیگردند. فراز و فرود دوامدار گفتگوهای صلح امیدواری‌ها به این روند را کمتر کرده است. خود به خود در بین خود اختلافات رهبرای سیاسی ما ایجاد کرده روان هستند و پروسه را کس طویلتر و پیچیده‌تر می‌سازند. شمار از سناتوران هم میگویند که حکومت و طالبان اراده چندانی به صلح ندارند. امروز نه حکومت افغانستان و نه تحریک طلبای افغانستان و نه عامیای اردو در رابطه با پروسه صلح اراده ندارند. متاسفانه هر روز تلفات از پروسه صلح جریان داره ولی هیچ پروسه نیست. هر روزه ما طالبان اصلا حاضر نیستند که در این پروسه بشینن، به این پروسه احترام قائل شوند. در گوشه از پایتخت شمار شاعران و فرهنگیان با برپای بزم شعرخوانی نگرانی از دست دادن دستاوردهای دو دهه پسینند. میگویند حقوق و آزادی‌های مدنی نباید به پای صلح قربانی شود. هدف از برگزاری برنامه ما این بود که انتقال واضح بر صلح‌سازی، بر آمدن صلح و ختم جنگ در افغانستان و یک آتش‌بس دائمی در افغانستان این برنامه را برگزار کردیم. یو ښه چانس دی چې که خارجیان هم وځي نو افغانان یو بل ته لاس ورکړي، د یو بل نیمګړتیاوې پوره کړي او د هغو نیمګړتیاوو د پوره کېدو سره په افغانستان کې یو آرامه باثباته او سرتاسري سوله ولري او یو ښه نظام ولري. طالبان میگویند اجندای نشست پس از رسیدن هیئت به دوحه روشن خواهد شد. بسیارها بر این باورند که ادامه نشست دوحه زمینه سازی برای برگزاری نشست استانبول است. نشست مهمی که قرار بود پس از عید فیتر برگزار شود. اما با گذشت بیش از 2 هفته از عید هنوز هیچ خبری از برگزاری این نشست نیست. حفظ زیرساخت‌های مهم و بنیادی برای ادامه حضور جهانی در افغانستان مهم است. دبیرکل ناتو میگوید که جامعه جهانی برای چگونگی حفظ، اداره و فراهم کردن پشتیبانی برای جاری نگه داشتن فعالیت این زیرساخت‌ها و فرودگاه‌ها در افغانستان کار میکند. همزمان دولت افغانستان میگوید زیرساخت‌های ملکی و نظامی که آمریکا و ناتو در آن هم هزینه انسانی و هم میلیاردها دلار هزینه مالی پرداخته بسیار مهم است و تعهد همکاران جهانی افغانستان برای حفظ این ساختارها پابرجا میماند. در این حال در حالی که روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو به شدت ادامه دارد و به گفته شمار از مقام‌های آمریکایی فرودگاه بگرام در پروان بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 2 هفته دیگر به نیروهای امنیتی کشور سپرده خواهد شد. رایزنی‌ها در میان عضوهای ناتو برای چگونگی حفظ زیرساخت‌ها در افغانستان. دبیرکل ناتو میگوید حفظ زیرساخت‌های مهم و بنیادین برای ادامه حضور جهانی در افغانستان مهم است. به گفته ینس استولتنبرگ، جامعه جهانی برای چگونگی حفظ، اداره و فراهم کردن پشتیبانی به هدف جاری نگه داشتن فعالیت زیرساخت‌ها در افغانستان کار می‌کنند. کار روی چگونگی حفظ زیرساخت‌های مهم چون فرودگاه‌ها ادامه دارد. تردید وجود ندارد که افغانستان با چالش‌های دشوار روبرو است و راه پیش رو آسان نیست. در عین حال که ما حضور نظامی خود را پایان می‌دهیم، پشتیبانی خود را بر اساس حضور ملکی با این کشور ادامه خواهیم داد. دولت افغانستان میگوید زیرساخت‌ها در بخش ملکی و نظامی که آمریکا و ناتو برای ساخت و حفظ آن میلیاردها دلار خرج کرده و نیز هزینه انسانی پرداخته بسیار مهم است. بنابراین تعهد همکاران جهانی افغانستان برای حفظ این ساختارها پابرجا میماند. درست است، اونا از زیرساخت‌های افغانستان، میدان‌های هوایی، در قسمت زراعت، در قسمت صنعت، جاهای دیگر، راه‌ها، شاهراه‌ها حمایتش ادامه خواهد پیدا کرد. پیش از این مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته که واشنگتن و متحدانش در ناتو در حال بررسی تلاش‌ها برای کمک به تامین امنیت فرودگاه کابل پس از خروج نظامیان آمریکایی هستند. میلی گفته که تامین امنیت فرودگاه برای تضمین این که آمریکا و شریکان اروپاییش بتوانند سفارت‌های خود را در افغانستان حفظ کنند ضروری است. نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان آماده گرفتن مسئولیت او زیرساخت‌ها و تأسیسات که از سوی نیروهای خارجی ساخته شده بود آمادگی کامل را داریم و اینا زمانی که بر ما تسلیم میتن این آمادگی کامل از طرف استاف نیروهای ارگان‌های دفاعی امنیتی افغانستان کاملا گرفته شده. بهتر است که در این مورد ناتو توافق گسترده، توافق وسیع با خود داشته باشه، هم از حکومت، طالبان و دیگر نیروهای یا اپوزیسیون داخلی دهی سعیم ساخته شوند. در حال حاضر بخش بزرگی از مسئولیت فرودگاه جانی حامد کرزی را نظامیان ترکی در چارچوب ناتو بر عهده دارند، اما اخیراً اداره هوانوردی ملکی پیشنهاد کرده که آماده است تمامی مسئولیت‌های فرودگاه حامد کرزی به ویژه کنترل ترافیک هوایی را بر عهده گیرد. با این حال دبیرکل ناتو وضعیت امنیتی در افغانستان را دشوار و پرچالش می‌داند. استولتنبرگ میگوید راه پیشرو آسان نیست و خروج نیروها خطرهای را متوجه افغانستان می‌کند. وضعیت امنیتی افغانستان بسیار دشوار و چالش برانگیز است و البته تصمیم برای عقب نشینی نیروهای ما خطرهایی را به همراه دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکنون مسئولیت کامل امنیت کشورشان را بر عهده دارند. برای ساخت نیروهای امنیتی متحد و حرفه‌ای افغانستان کمک‌ها ادامه دارد و ما بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توان آموزش‌های خارج از افغانستان را برای نیروها ارائه دهیم. ناتو و ایالات متحد به گونه مشترک و هماهنگ روند خروج از افغانستان را به اجرا گذاشتند. این روند در اول ماه می امسال در حال آغاز شد که میدانهای نبرد هم در افغانستان گرمتر از گذشته شده است. در پای انفجار ماین کنار جدایی در مرکز پروان 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی محلی میگویند که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از 6 امروز بر موتر حامل معاون شهری امنیت ملی پروان در ساحه سراهی هوفیان در شهر چاریکار رخ داده که در پای آن 2 تن از محافظان نجیب فهیم معاون شهری امنیت ملی پروان با یک راننده‌اش کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خود معاون شهری امنیت ملی این ولایت اما در این رویداد آسیب ندیده است. مقام‌های صحی در این ولایت هم میگویند که وضعیت 2 زخمی این رویداد وخیم است. از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون بیش از 3000 تن از اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. وزارت صحت موج جایشافته ویروس کرونا را خطرناک می‌داند و هشدار می‌دهد که در صورت بی‌پروایی مردم نسبت به خطر این ویروس ممکن میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 هم بیشتر شود. در شبانه روز گذشته هم 1045 تن به این ویروس مبتلا شدند و 33 تن به اثر کووید 19 جان باختند. توزیع پاسپورت برای پیشگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور در 16 ولایت محدود شده است. در همین حال ریاست عمومی پاسپورت روند توزیع پاسپورت در 16 ولایت شامل پایتخت را به جز موردهای استثنایی تا پایان موج سوم کرونا متوقف کرده. بیمارستان افغان جاپان امروز گواه جان باختن چندین تن بوده است. تنها در کابل 12 بیمار کرونایی در شبانه روز پسین جان باختند. با گذشت هر روز رقم قربانیان هم بیشتر می شود. از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در کشور 3006 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. رهنورد زریاب شاعر و نویسنده پرآوازه کشور، حیدری وجودی شاعر عارف و نویسنده، محمد یوسف غزنفر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، محسن احمدی عضو شورای ولایتی کابل، 5 کارمند رسانه‌ای به شمول سلیمان یوسفی کارمند تلویزیون‌های آریانا و آریانا نیوز، شاه محمد هارون مسئول بخش اداری آژانس خبری پشفاک، پروین رفیقی خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، نوید عظیمی خبرنگار تلویزیون ملی و مینا رفیع گوینده تلویزیون بانو در میان جان باختگانند. بیماری کووید 19 از پزشکان هم قربانی گرفته. از شیوع این ویروس تا اکنون 100 پزشک جان باختند. ما وفیات زیاد را از کارمندان صحی و دکترها در موج اول و دوم شاهد بودیم که تعداد از نخبه های طبابت افغانستان را ما از اثر این مرض از دست دادیم. آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 با گذشت هر روز بیشتر می شود. در 24 ساعت پسین 1045 مورد تازه ثبت شده و 33 تن به دلیل آلوده شدن به ویروس کرونا جان باختند. وزارت صحت بار دیگر از بحرانی شدن وضعیت هشدار می دهد. وضعیت بحرانی است. کرونا یک بار دیگر بسیار زیاد اوج گرفته. متاسفانه در تمام شفاخانه های کابل ما متاسفانه مراجع کننده‌ای را داریم که بیمار مشکوک به کووید هستند و اکثریتشان انتقال میکنند به شفاخانه افغان ژاپن از تست گرفته میشه. اما بیشتر شهروندان به اعتنا به نظر می رسند و بی خیال از تهدید ویروس کرونا به جاده ها ریختند. کرونا را مذاق فکر نکنند، جدی بگیرند. ما این میال فعلا در شفاخانه افغان ژاپن قرار داریم و مریض داریم و متوجه میبینیم که مردم ما به چی حالت دریجه گرفتار هستند. مردم ما عدم توجه در برابر ویروس خطرناک مهلک کرونا دارند که یک اندازه از مردم تقاضا میکنم که در ارتباط با ماسک و وسایل صحی در نظر داشته باشند. بر اساس آمار رسمی از شیوع ویروس کرونا تاکنون 74026 تن در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و ننگرهار بیشترین آمار مبتلایان را داشتند. در انفجار موتر بمبگذاری شده بر ساختمان فرماندهی پلیس بغلان 4 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. پلیس بغلان میگوید که انفجار عصر دیروز رخ داده و طالبان پس از این حمله بر فرماندهی پلیس یورش بردند. به گفته پلیس بغلان در این درگیری 3 سرباز پلیس و 1 غیر نظامی کشته و 8 پلیس و 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان با پخش تصویرهایی از انفجار دیروز که در بغلان گفتند که این حمله در پاسخ به حمله‌های نیروهای امنیتی بر این گروه انجام شده. روز گذشته ساعت 6 بجه طالبان مسلح چهره خشمانه‌شان باز به مردم ولایت بغلان نشان میده که یک موتر پر از بمب در ورسولی بغلان و مرکزی در قراول قماندانی که از طرف پلیس ناچاری میشه و از این انداخت میشه، انفجار میده. در نتیجه به مردم ملکی خسارات زیاف وارد میشه که 20 نفرم زخمی و 1 نفرم شهید میباشه و همچنان در این جریان مخالفین دولت در چندین استقامت بالای ورسوالی حمله میکنه که خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی حملهشان دفع میشه. در نتیجه 5 نفر از مخالفین دولت کشته و 7 نفرم زخمی و همچنان در موتر که بم انفجار کرده نیروهای امنیتی 3 نفر شهید داریم و 8 نفر هم زخمی. در همین حال در تخار تفنگداران دیروز 4 کشاورز را در ولسوالی دشت قلعه این ولایت تیرباران کردند. بستگان افراد جانباخته امروز به گونه اعتراضی به مرکز تخار آمده و از مقام‌های امنیتی خواهان شناسایی، بازداشت و مجازات عاملان این رویداد هستند. بستگان آنان میگویند که این 4 تن هنگام تیرباران شدند که مشغول خرمن کردن گندم بودند. پلیس تخار با تایید رویداد میگوید که سرگرم بررسی رویداد و شناسایی عاملان آنند. 4 نفر دینا برادرای ما رای کردیم تنگناراو رفته در اونجا یک طرح شابات میگه و خطر جنگی بود و بیتالا بود. از ما 4 نفر مردکر بود میترم برادرای ما بود بیتالا بود اونا رفته اونجا یک رفته 8 نفر رفته و سورش کشته از سرش بروده اینا فقط ده با جای رود پت آوردن دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. روسیه میگوید در راهبرد امنیتی نوین این کشور برای پیکار با ناتو 20 واحد نظامی جدید به مرزهای غربی میفرستد. وزیر دفاع روسیه گفته است که به مفکنهای استراتژیک امریکا چند دست بر شمار پروازهای خود در نزدیکی مرز روسیه افزوده است. به همین خاطر روسیه می‌خواهد از این راه با تحرک و تهدیدهای فزاینده ناتو پیکار کند. سرگی شویگو به استقرار کشتی‌های جنگی ناتو در منطقه و تمرین‌های نظامی ناتو اشاره و تاکید کرده که چنین اقدام‌های نظامی امنیت جهانی را از بین می‌برد و روسیه را مجبور به انجام اقدام‌های متقابل می‌کند. این در حالی است که قرار است ولادیمیر پوتین و جو بایدن رئیسان جمهور آمریکا و روسیه 16 جون تا 2 هفته دیگر برای نخستین بار در ژنوا با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. کمیسیون بهداشت ملی چین اعلام کرده یک مرد 41 ساله در استان جیانگسو در شرق چین را به عنوان نخستین مورد انسانی ابتلا به آنفولانزای مرغی ثبت کرده است. کمیسیون بهداشت ملی چین گفته ابتلای این فرد به آنفولانزای مرغی در 3 روز پیش تشخیص شده، اما با این حال درباره جزئیات و چگونگی آلوده شدن او توضیح داده نشده است. کمیسیون بهداشت ملی چین گفته است عامل انتقال ویروس آنفولانزای پرندگان است، اما شدت تهاجمی کمتر دارد و خطر شیوع و گسترش آن در مقیاس بالا ضعیف است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرده که ذخایر یورانیم غنی شده در 3 ماه اخیر با افزایش 273 کیلوگرم به 16 برابر سقف تعیین شده در برجام رسیده است. ایران درباره آثار یورانیم غنی شده که بازرسان در چندین سایت دیده‌اند توضیح نداده است. در گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که بحث‌های فنی میان آژانس و ایران نتیجه مورد انتظار را نداشته و نبود پیشرفت در شفاف‌سازی در برابر پرسش‌های آژانس بر اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر جدی می‌گذارد. پایان خبرها، خدا نگهدار.